درود فراوان خدمت شما نازنینان همیهنان، هم فارسی زبانان و بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جهان هستی سعادتی نصیب من میشه که هر چهار شنبه در خدمت شما نازنینان باشم و با هم گفتگویی داشته باشیم گفتگویی که شاید از دیدگاه بسیاری از افراد منفی باف بی نتیجه است بی نتیجه است چرا که آنها دوست ندارند اوضاع زندگیشون از حالتی که هست به حالت دیگه تغییر پیدا کنه و همیشه عادت کردن با یک روال خاص زندگی رو ادامه بدن حکایت کسی است که در به قول قدیمی ها در شاب دولزیم زندگی میکرد فکر میکرد دنیا فقط شاب دولزیمه وقتی آنورتر رفتید نه شهری هم وجود داره غیر از شاه عبدالعظیم و اون تهران بزرگه و بعد فکر میکرد دنیا تهران بزرگه تا به کشورهای دیگه مسافرت کرد به هر روی انسانها تا آگاهی نیابند نمیخوان شرایط اصلی خودشون رو تغییر بدن وقتی از آگاهی صحبت می کنیم باز ادهی خورده می گیرند که آقا این همه آگاهی دادید به مردم چه شد؟ فقط از شما سوال می کنم اگر ملتی آگاه بود و میدانست این ملاهایی که امروز در مملکت ما مانند زالو به پیکره کشورمون چسبیدن و خون مردم رو میمکند چه خصلتی دارند هیچگاه آنها را پذیرا نمی‌شدند ولی به دلیل عدم آگاهی هر بلایی ممکنه به سر آدم بیاد شما نگاه کنید در سال 57 چند درصد از مردم فریب خوردن و چرا فریب خوردن علت فریب اونها مشخصه عدم آگاهی نداشتن دانش کافی شناخت از جامعه و طبقات خاص جامعه اما در ارتباط با اینکه مردم ناآگاه هستند یک پارامتر دیگه در کشوندن مردم به خارج از خانه ها در سال 57 و یا در هر تظاهراتی بسیار تا بسیار موثره شما بسیار شنیده اید که میگن فلان کس جوگیر شده واقعا جوگیر شدن یعنی چی؟ اگر به مسائل فیزیک و انرژی معتقد باشیم امواج در زندگی بشر نقش بسیار تا بسیار موثری دارند و همان گونه که در دو جلسه پیش خدمت شما نازنینان عرض کردم که دانشمندان برای اینکه بدانند آیا واقعا روح وجود داره یا نداره اون ترازو و اون پشه بندی که به قول معروف تمام رشته هاش نازک بود و برای شما شرح دادم پس بنابراین روح وجود داره و انرژی هست حال جوگیر شدن اثرات امواجی هست که از فرستنده هایی که مغز ما انسان هاست. به سوی نقطه‌ای حرکت میکنه و اونجا متمرکز میشه و ممکنه اثرگذار بر مغز دیگری باشه یکی از مهمترین مسائلی که در تئوری کاملا ثابت شده شفای یک بیمار با دعا بسیار تا بسیار امکان پذیر هست. چرا وقتی که 100 نفر 200 نفر میشینند برای یک فردی که بیمار هست دعا میکنند، انواج مغز خودشونو به طرف مغز بیمار هدایت میکنند و مغز بیمار این امواج رو میگیره چون تمام این امواج در جهت مثبت هست مغز اون بیمار دستور به اندام ها میده برای اینکه در راه صحیح فعالیت خودشون رو ادامه بدن و بدین ترتیب بیمار شفا پیدا میکنه حالا آنهایی که به دعا اعتقاد ندارند واقعا اگر بیایند و ببینند که مؤثر هست آنها هم برای شفای یک مشجانی جانی که در کشور ما هستند دعا می کنند که خداوند یا شر آنها را از سر مردم کم کنه یا آدمشون بکنه به هر روی ما بایستی در جامعه خودمون آگاهی به مردم بدیم و اونها رو با برخی از مسائل آشنا بکنیم من بارها خدمت شما نازنینان گفتم نشون دادن فیلمی که فرزن شکنجه میدن کسی رو و یا بلای سر کسی میارد جز اینکه اعصاب بیننده رو واقعا آزار بده و روحیه او رو به سوی افسردگی سوق بده اثر مثبت دیگری نداره مگر افرادی که خونخوار باشند و با دیدن این صحنه ها در صدد انتقام بر بیان و بخوان انتقام این صحنه ای رو که دیدند بگیرند که متاسفانه در سرشت و خوی ایرانی ما همچین خصلتی رو به ندرت میتونیم پیدا کنیم و کمتر ایرانی هست ایرانی واقعی که عاشق این باشه که خون ریزی بکنه جنایت بکنه ولی این مزدوران دولت بریتانی های کسیف که همکنون سیستم حکومتی انگلیسی اسلامی رو در کشور ما برقرار کردن چون قبلا جز به دزدان دریایی بودند به کشتی ها حمله میکردند کردند خون ریزی می و برا... برای بقای خودشون می و تاراج می کردند براشون هیچ تفاوت نمیکنه. یا گروه ملایان مردخار که بسیار تا بسیار ناتلر خانلری در شعر اوقابش اونها رو قشنگ توصیف کرده حتما اگر فرصت کردید شعر عقاب ناتلر خانلری رو با دقت بخوانید و لذت ببرید که چگونه آنها را توصیف کرده دوستان آگاهی منشه حرکت و مبدع حرکت برای گام برداشتن به سوی آزادی است اگر میخواهید مملکتی آزاد داشته باشید آنچه چرا که میشنوید و با منطق اقلایی بررسی میکنید و میدانید که حرف حساب هست و میتونه مثبت باشه و آگاهی به هموطن شما بده حتما حتما با هم میهنان در میان بذارید هیچگاه ناامیدی رو به خودتون تحمیل نکنید و قبول نکنید دلیلی نداره ما ناامید باشیم اما برای هر کاری بایستی با خرد و عقل کار کرد اگر راهی اشتباه برویم مسلما چوبان را خواهیم خورد شما ببینید باید سطح معلومات مردم کشورمون رو در چه حد ارزیابی بکنیم که یک آخوندی به خودش اجازه بده یک جمله بگه که واقعا آدم حتی از بیانش خجالت میکشه ایشون میگه که امام جعفر صادق فوق لیسانس سیاسی داشته آخه دلغک در دوره امام جعفر صادق اصلا دانشگاهی بوده لیسانسی مطرح بوده فوق لیسانسی مطرح بوده که ایشون فوق لیسانس سیاسی داشته شما میخوای بگی ایشون دارای معلومات سیاسی بالا بوده خیلی راحت و آسوده اینو بگو ولی برای اینکه جمله شما جلب توجه کنه از گفتن عراجیف و خزعبلات خودداری کن خجالت بکش دیگرانی غیر از ایرانی ها امروز به سادگی تمام مطالب رو ترجمه میکنند و به اون آگاهی میابند وقتی یه همچین حرف چرندی رو ترجمه میکنند تکریف ملت ما مشخصه جز اینکه ملت رو عقب مونده و بی سواد قلم داد بکنن مسئله دیگه برای جامعه ما نداره پس اینجا یک نکته اساسی هست ملاها دشمن کشور ما و مردم کشور ما هستن و جالب اینه متاسفانه جالب اینه بسیاری بر سخنان فلان ملا رو برای اینکه جنبه انتقادی بهش بدن در فضای مجازی مرتبا تبلیغ میکنن آقا اینها رو اصلا به حساب نیارید اون عباسی که م... یک مش عراجیف سر هم میکنه و میگه باید ما آمریکا رو مسلمون بکنیم آخه این سخنی هست یا مطلبی هست که ما بتونیم در موردش بحثی داشته باشیم ولی جای تشکر این ملا نیست این فرد عادیه اینا اگر ما تصویرشو میبینیم و گفته هاشو میشنویم واقعا باید بدونیم تمام این عوامل در جهت نابودی و بیحیثیت کردن مردم سرزمین ما گام بر میدارن از این مطالب که بگذریم که آگاهی برای جامعه لازم و ضروریه مسئله بعدی رو که مطرح میخوام بکنم که خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم بارها گفتم مسئله چه باید کرده مسئله چه باید کرد همه میان درد جامعه رو میگن آقا درد جامعه رو گفتی مردم میدونن همه آگاهی دارن خانم شیرین عبادی چه مزخرفاتی گفته زمانی که مردم ایران رو در زندان ها شکنجه می کردند ایشون در مورد زندان های آمریکا و های زندانیان در زندان های آمریکا سخن می گفت به ابو قرعی و نمیدونم این جور مسائل صحبت می کرد آخه این انسان به عنوان کسی که برنده جایزه نوبل میشه شایستگی این امر رو داره کسی که وطن خودش رو فراموش میکنه از سردم داران جنایتکار وطن خودش انتقادی نمیکنه ولی کور خود و بینای دیگران است بینای دیگران است چرا که میخواهد بگوید ببینید حتی آمریکا مشکل دارد پس بنابراین اینان که در داخل میهن ما چنین اعمالی انجام میدهند چیز مهمی نیست مشکلی ندارند پس چه باید کرد باید در جلوی اینجور افراد ایستاد وقتی مطلبی از یک فرد روی فضای مجازی ظاهر میشه دو یا سه نفر نباید کامنت بذارن و انتقاد بکنن شاید بیش از 5000 نفر 10000 نفر این گفته ناخوشایند رو می‌بینن ولی ما همیشه شاهدیم 3 یا 4 نفر ماکسیمم 20 نفر نه 50 نفر برای یک گفته نامربوط انتقاد میگذارن چرا پنج هزار نفر نگاه میکنن و چار هزار و, نخصد و پنجاه نفر از آنها بی تفاوت از کنار مسئله رد میشن از چه می ترسید؟ چه بلایی دوست دارید دیگر بر سرتون بیارن؟ در اون کشوری که هستید 20 سال پیش تا امروز بنده هنجره پاره کردم گفتم میآیند میگیرند میبرند و میکشن شما رو اگر بدان گونه نتوانستند این کار را عملی کنند با هوای آلوده با آب آلوده با غذای آلوده با تزریق بیماری ها ویروس بیماری ها و غیره شما را نابود میکنند و امروز میبینید را که 20 سال پیش در رادیو ایران هیوستن تگزاس بارها و بارها تکرار کرده امروز بهش میرسید حقیقتی بود که برای شما بازگو شد تصویری بود از آینده به دلیل اینکه روند حرکت سیاسی بریتانیا رو مطالعه کرده بودم من وقتی در جلد اول کتاب ایران را کردند چپو اشاره میکنم به اینکه خاندان کندی قاچاقچی مشروبات الکلی بودن و پدر کندی ها از ایرلند مشروبات الکلی رو به صورت قاچاق به فیلادلفیا می آورد و در اونجا می فروخت کم کم با قاچاق مشروبات الکلی صاحب سرمایه شد و یک فروشگاه بسیار بزرگ در اونجا تأسیس کرد و در انتهای فروشگاهش یک پسوی درست کرده بود به دلیل اینکه مردی خوشتیپ و خوشچهره بود زنان و دختران مردم که می آمدن اونجا و مورد پسند ایشون قرار می گرفتن آنها را به پستو می‌برد و روابط آنچنانی باهاشون داشت از جمله کسانی که به دام ایشون افتاد دختر یک خانواده سناتور به نام فیستر جرالد بود که در این آمیزش حامله شد و این خانواده برای حفظ آبروی خودش اجباراً دخترشون رو به آقای کندی بزرگ دادن علا اینکه این که تمام شهر این داستان رو فهمیدن و آبرو حیثیتی برای اون خانواده سناتور باقی نموند و بعد شما دقت بکنید ببینید پروژه های دولت بریتانیای کثیف چگونه است در زمان جنگ جهانی دوم اولین پسر و پسر ارشد خاندان کندی رو که از دختر خانواده فیستر به دنیا آمده بود معمور بمباران آلمان می‌کنند و بمها را داخل هواپیما قرار میدن و ایشون بلند میشه به قصد بمباران سربازان آلبانی ولی هنوز از فضای بریتانیا خارج نشده با ریموت هواپیمای رو در آسمان منفجر میکنن چرا چرا که برای انتخابات در آینده که برادر کوچکتر او جان اف کندی رو میخواستند به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنند مادر ایشون به عنوان کسی که در جنگ فرزند خودش رو از دست داده پرچم آمریکا رو به سینهش بزند و توجه مردم رو جلب بکند امتیازی باشد در مقابل رقیب چرا که پسر کسی را انتخاب می کنید که فرزندش را در جنگ از دست داده است و بعد در انتخابات کندی پیروز میشه حال ببینیم که چرا کندی را کشتند کندی وقتی به ریاست جمهوری میرسه تراز پرداخت های آمریکا 400 میلیون دلار منفی بوده یعنی در مقابل ارزش صادرات وارداتی که آمریکا داشته 400 میلیون دلار ارزشش بیشتر بوده آقای کردی میگه که ما چرا بایستی 20 درصد اولیه درآمد کمپانی های نفتی رو ازش مالیات نگیریم و بعد دولت ما با مسائل مالی دست به گریبان باشه چون طبق قوانین مالیاتی نفتی آمریکا شرکت های نفتی هنوز که هنوزم هم هست همین قوانین پابرجاست میگه که درآمد کمپانی نفتی 20 درصد اول درآمد از مالیات معاف برای اینکه متوجه بشید فرزن اگر یک کمپانی 100 میلیون دلار در سال درآمد داره 20 میلیون اون رو کنار میذارن بدون مالیات این شامل مالیات نمیشه. 80 میلیون دیگه شامل مالیات میشه که اون مالیات تصاعدی داره مثلا سی میلیون اولیه 10 درصد 20 میلیون بعدی سی درصد و بقیش مثلا 50 درصد باید مالیات بودیم. خب، وقتی این قانون رو میگه ما باید درش تجدید نظر کنیم و قوانین مالیاتی نفتی رو تغییر بدیم کمپانی های نفتی با اون ثروت عظیمی که داشتن دشمن اصلی کندی میشن دشمن اصلی کندی میشن نقشه قتل او رو تراحی میکنن گتی که الان در خیابان سپولودا وقتی تشریف میبره موزه ای داره و ایشون آثار عتیقه رو و تابلوهای نفیس رو گردآوری کرده به نمایشگاهش اگه رفته باشید میتونید مثلا چیزهایی که ایشون جمع آوری کرده بوده ببینید یکی ایشون بوده یکی هارولد هانت هارولد هانت که ماجرای زندگی ایشون هم در اونجا من شهر دادم خیلی داستان شیرینی هستش ایشون طراح اصلی نقشه قتل کندی میشه و وقتی کندی به دالاس وارد میشه در دالاس در هتلی که اقامت کرده بوده و صبح قرار بوده که با ماشین روباز بیاد و بره در شهر گردش کنه و برای مردم به اصطلاح صحبت بکنه وقتی از خواب بیدار میشه مستخدم ایشون یا پیشکار ایشون روزنامه های محلی صبح رو روی میز صبحانه گذاشته بوده کندی میاد صبحانه بخوره روزنامه محلی رو باز میکنه در صفحه دوم نگاه میکنه قسمت تسلیت میبینه عکس خودش رو انداختن و دورش یک کادر مشکی کشیدن زیرش نوشتن آقای رئیس جمهور به کجا می رود خیلی ناراحت میشه و در زم روز قبلش 20 هزار پستر از کندی در حالتی که از این تابلوهای زندانیان به گردنش آویزون بوده و یه عکس از روبروی یه عکس از نیمرخ از ایشون انداخته بودن روی تابلو نوشته بوده به جرم خیانت به ملت تحت پیگرد قانونی است و این 20 هزار پوستر رو در مسیر عبور ایشون پخش میکنن یعنی دشمنی آشکار با کندی و بعد hey از سر یه ساختمون تیراندازی کرده اینو کشه این اصوار کسی در, در, در دوران خدمت در حتی تیر رو به اون به اسطلاح تابلو یا سیبل هدف نمیتونسته بزنه و میزده تو خاکهای اطرافی که مثلا اون تابلو رو روی تپهی گذاشته بودن تو خاک تپه میزده دست به اصطلاح نشونه گیریش انقدر افتضاح بوده میگن این آدم کندی رو با تیر زده کشته در حالی که مردم میگن که روز قبلش دیدن سه چهار نفر در طرف خاکریز ریل آهن که در نزدیکی محل وقوع کشته شدن کندی بوده سه چهار نفر رو دیدن که اونجا داشتن فعالیت میکردن یه خبرنگار فیلم شریک به مغز کندی رو نگاه میکنه و میبینه گلوله ادعا میشه توسط اسوالد زده شده اسوالد در ساختمانی در سمت راست کندی قرار داشته در صورتی که گلوله از سمت چپ داخل شده یعنی اینو همین هواپیمای اوکراینی این گلوله گردش کرده گفته از این ور دوست ندارم از سمت راست بزنم تو مخت از سمت چپ میزنم تو مخت و این خبرنگار به هفت نفر دیگه میگه که به زودی من این راز رو برملا میکنم تمام اون افرادی که این صحبت رو شنیده بودن و خود خبرنگار ناپدید میشن همه رو به قتل میرسونن و کماکان دوستان اطلاع دارن که خود اصوالد که میگفتن که کندی رو کشته توسط شخصی به نام جک کشته شد خلاصه در ارتباط با قتل کندی حدود 100 خورده یادم جان خودشون رو از دست میدن برای اینکه این راز سر به مهر بمونه اینجاست که اهمیت and we'll to مورد که می خواهی برای تابوده. صد و خورده ی آدم رو میکشند تا این راز برملا نشه و بعد برادر کندی هم که میاد میگه که من همون خواسته و ایده برادرم رو تعقیب میکنم و اونم ترتیبش میدم میکشنش و مادر بزرگشون دست به دامان فرزند چهارم کندی ها میشه و ازش خواهش میکنه که این کار رو رها کنه و پیگیری نکنه چون میگه به او که دیدی برادراتو کشتن تو هم میکشن و خلاصه نمیذاره اون فعالیت بکنه به هر روی مسئله اساسی در ارتباط با جامعه همین چه باید کرد هاست که باید چی کار کرد این, این مسئله خداوند است و انتخاب شده او برای رهبری مردم در زمان تعیین شده, شده, شده. یک و کار عمل به و مطالعه بررسی شد از شتاب زدگی در 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 حسین خودداری بشه من مجبورم باز یادآوری بکنم برای اینکه همین میشتم برونم قوی ترین تران به جه میتلبم بیایی من اینجا قوی ترین بیاییم اگر من را برد برده شما, شما میشمید و اگر در در من بردم شما برده ما خواهید شو و نوکران ما و نوکران ما شرط بندی میکنه انگلیسی که کی میتونه ماهی رو از استخ بگیره شنیدی چه کسی با اون میجنگه افسر آلمانی همه بوده نه میترسند کلتش در میره با گلوله ماهی رو سرباز رو انتخاب کن و فرمان بده با جلیات بجنگه همه سرباز هم را دیدید سرور در اونجا یک کاسه از ترس جلیات توان راه رفتن هم ندارن برمیداره با کاسه بروبی پر دنبال ماهی تو برو خسته میشه و بالاخره نمیتونه بگیره میاد میزنه کاسه هم مردم به من نیاز دارن نوبت انگلیسیه میرسید که با اینا شرط بندی کرده بوده قاشق چای خوری رو بر میداره شروع میکنه آب از استخ تو باخت شرکتن میگه چی کار میکنی؟ میگه بالاخره آب به ته استخ میرسه حالزم داغی اقو به جنگ من بیایی این نشونه حتی یک دفر هم نیست که با من به نشونه یه که من برای شما دادم همه شما هیچ زمانی نباید شتاب زده عمل باید. و بعد منطق مهمترین مسئله است اون است با گلوله به سراغ شما می آیند شما چرا دست خالی به سراغ آنها می شو شما هم خود رو تجهیز از ما به کنید چرا تا کنون داوطلب نشدی؟ شجاعت کجا بود؟ من گفتم که داوطلب هستم احمدی این که به جنگ او برود همه ما را برده می میده. تا وقتی که در ارتفاعات هستیم این هم در مسئله دومی بود که امروز برای یک شما حساب شده این شود او شکست داد اما در رابطه با, با, با مسئله سوم او جولیات را شکست بده تا داماد پادشاه شویم ما بایستی به مسائل روز باشه خود پادشاه از زبان او شنیدم مسائلی که پیر فلسطیني بت کیست که این چنین به سپاه خداوند اطلاع دارید و میدونید ای hey, مزاحم چه کسی اجازه داد صحبت کنی اینجا چه میکنی شاید برای جاسوسی آمدید با من بیا من چه کار کردم حق دارم سوال کنم پادشاه به دنبال مردی شجاع است ما دنبالی چی فقط یک بچه است یک چوپان است پادشاه از من خواست ببینم در این جنگ خدا با ماست بعد از چهل روز مردی شجاع پیدا شده با با من بیا ما بازی بادشان. و ما رو سر کار بود زید. تو برخیز هیچ نگران نباشید سرورم ببینید. غلامتان می و با این فلسطینی می جنگد تو خیلی جوانی چگونه تو می توانی این با این پول بجنگی؟ غلامتان چوپانی است که هر وقت خرس یا شیری از گله بره ای را می برد دنبال می کنم و بره را پس می گیرم <applause> ما در اینجا با حیوانات اجازه بدهید با او که به سپاه خدا بی حرمتی کرده بجنگم جلب می کنن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه وقتی سر شما به این مسائل گرم شد آنها تلاهای کوههای سیستان و آذربایجان را به راحتی چپاول می کنند می برن، نفت کشور شما را میبرند خاک کشور شما را میبرند آب کشور شما رو اون خاتمی نامرد و نا چی بگم به کشورهای دیگه صادر میکنه و دهقان کشاورز مملکت ما در رنج و عذاب برای تهیه آب برای کشت محصولاتش سر شما رو گرم میکنن یک روز وزیر آموزش و پرورش و داستان پرستو رو رامیندازن دو ماه سه ماه سر شما با اون گرمه بعد از داستان پرستو شما رو به داستان سلیمانی آشنا میکنن و کشتن سلیمانی میتونه اینم تا سه ماه دوام بیاره تا ببینن این سوژه داره ضعیف میشه هواپیمای اوکراینی رو سرنگون میکنن حال سرگرم هواپیمای اوکراینی هستید و آخرین خبرها اینه که آقای ترامپ جعبه سیاه هواپیما رو خواسته حالا یه دو هم سر جعبه سیاه که من نمیدم باید بدی من نمیدم باید بدی سر مردم گرمه این چشکالی هم نداره چرا؟ چون جامعه ما خودش میخواد ما اینا رو خودمون تبلیغ میکنیم ما خودمون روی فضای مجازی دایما اینا رو میاریم آقای جوانمردی نامی که بنده در یکی از برنامه ها اشاره کردم گفتم این خائن به مملکته و به عنوان خبرنگار مستقل میاد میگه من فعالیت میکنم بسیاری تو فضای مجازی اومدن به بنده اعتراض کردن که آقا این چه حرفی تو میزنی ایشون داره آگاهی میده به مردم اون آگاهی ایشون کدومه آگاهی ایشون در نهایت امروز تصمیم گیری میکنه مثل خمینی برای مردم و میگه که پادشاهی حق نداره به ایران بازگرده ایشون چی کاره است چه کسی به ایشون مجوز داده از طرف ملت صحبت بکنه من من میتونم بگم که باید حکومت آینده ایران حتما پادشاهی باشه من میتونم بگم من دوست دارم در آینده در کشورم نوع حکومت پادشاهی باشه دوست دارم بایدی در کار نیست کسانی که در پی باید ها هستند برای جامعه افراد بیشعوری هستند و یا مزدوری هستند که پیام دولت بریتانی های کسیف رو به مردم تحمیل می کنند ملت ما بایستی مرز بگذارد وقتی یک نفر مهر خائن بهش خورد من متاسفم که بسیاری میشینند و گفته های این مزدور رو گوش میکنن به عنوان خبرنگار میخوان مطلع بشن چه اتفاق. آقا یک ساعت بعد میتونی بفهمی چه خبر شده برای اینکه اینو به شما تحمیل کنن که بتونه مغز شما رو شستشو بده خبر اول در اختیارشون میذارن ولی نمیتونن جلوی خبر رو بگیرند این خبر یک ساعت حداقل یک روز دیگه حد اکثر حداکثر حد اکثر یک روز دیگه برملا میشه خب چه تفاوتی داره همین الان من بفهمم هواپیمای اوکراینی افتاد یا فردا صبح بفهمم که هواپیمای اوکراینی افتاد من چی کار میتونم بکنم در این فاصله یک روز چه میتونم بکنم و چه تفاوتی میکنه اگر من الان مطلع نباشم و فردا مطلع بشم اگر الان مطلع شدم این به قیمت خیانت به ملتم هست میشینم به پای کسی که خائنه گوش میکنم و لایک میزنم برای ایشون ایشون از طریق یوتیوب یا فیسبوک براش ایجاد درآمد میشه ما خائن پرورش میدیم ناآگاهانه چون وقتی یک پست در یوتیوب یا در فیسبوک میاد این اگر بازدید کنندگانش بالای یک میلیون باشن مسلما سازمان یوتیوب یا فیسبوک اینها پول به این فرد پرداخت میکنن به خاطر اینکه در صفحه اینها یا در لابلای سخنهای اینها میتونن آگهی های گران قیمت رو بگذارن که مردم چشمشون با اون آگهی ها بخوره پس خیانت تا حدودی به خود ما ربط پیدا میکنه و این خود ما هستیم که خیانت میکنیم یا وقتی زمانی که ما میای میگیم آقا نشینید خانم محترم نشین این فیلم های سریال ترکی رو ببین این سریال های ایرانی رو ازش گذشت بکنین سرتون رو به کتاب گرم کنین سرتون رو به یه فیلم سینمایی گرم کنین و این سریال ها رو که حساب شده از نظر روانشناسی هستش و روی قسمت خاصی از مغز شما اثرگذار هست نگاه نکنید ولی متاسفانه گوش شنوا کمه و راندن جامعه به سوی جلو با معجزه انجام نمیگیره ما خودمون بایستی به خودمون کمک کنیم اگه خود ما به خودمون کمک نکنیم چه کسی میخواد بیاد و به ما کمک کنه هیچ کس دلش برای ما نسوخته نکته دیگری در ارتباط با حوادث اخیر در فضای مجازی هم من اینو بهش اشاره کردم اینجا اشاره میکنم بیایید با منطق تعمق تحمل بیاندیشیم وقتی که ایران پایگاه های آمریکا رو در خاک عراق زد اولا چرا هیچ اتفاق خاصی نیفتاد یعنی سربازها قبلا مطلع بودن و رفته بودن قایم شده بودن چه کسی اینو اطلاع داده بود خب پس یک داد و ستدی در پشت پرده است دو وقتی که کسی به شما کشیده میزنه شما میستید نگاه میکنید هیچ اکسل عملی نشان نمیدید میگید صبر کنید من ببینم که این کشیده گوش برای من میاره یا نمیاره آقا به پایگاه نظامی شما حمله کردن آقای یه دولت آمریکا شما چرا واقعیت رو به مردم نمیگید چرا هیچ عکس عملی نبایستی در مقابل این تجاوز انجام بشه چه داستانی پشت این مسئله هست وقتی از سفارتتون بالا رفتند آمدن افراد سفارتتون رو به گروگان گرفتند سکوت کردید چون آقای جیمی کارتر خائن به مردم آمریکا سکوت کرد امروز که پایگاهاتونو میزنن، باز بگید که ما بشینیم ببینیم چی شده چی نشده ما از جنگ و خونریزی خوشمون نمیاد شما در عراق وقتی نخواستید صدام حسین بمونه در ظرف 24 ساعت فقط با بمباران مناطق خاصی حکومت عراق را عوض کردید ولی الان چند سال دارید جوانان ایران با دست خالی میان به خیابانها و گلوله میخورن و میمیرن و همینطور با وعده های شما دلخوشند تا چه این روش ها باید ادامه پیدا کند پس ملت ما باید به این امر معتقد باشد برای رهایی از چنگال مزدوران بریتانیایی و برای رسیدن به آزادی هیچ چاره ای ندارد جز اینکه متحد شود جز اینکه بپذیرد فعلا در حال حاضر هیچ احدی جز شاهزاده به عنوان کسی که ایشون از شما میخواهد نافرمانی مدنی بکنید، احساب بکنید، به گوش به فرمان او باشید. در غیر این صورت حکایت همان دهقان است و فرزندانش که خواست یکی یک ترکه آنها داد گفت این را بشکنید آنها به راحتی تمامشون یک دونه ترکه را به راحتی شکوندن. بعد چند ترکه را کنار هم گذاشت گفت حالا بشکنید هیچ کدام از پس این کار بر نیامدن در نتیجه گفت وقتی شما کنار هم باشید هیچ کس شما را آسیب نمیتونه بزنه ملت ایران هم باید در کنار هم باشه پشتیبان هم باشه و به موفقیت خواهد رسید وقت من در اینجا به پایان رسید برای همه شما نازنینان سروران گرامیان در جایای جهان هستی آرزوی اوقات خوش سلامتی و شادکامی دارم و همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر و سخنی دیگر به خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدار.